زود انزالی مشکلی که تو خیلی از آقایون وجود داره. این مشکل انقدر مهمه که اعتماد به نفسشون واقعا تحت تاثیر قرار میده. باعث مشکلات خانوادگی که حتی طلاق میشه. سلام من علیرضا زاری هستم امیدوارم حالتون عالی و لبتون خندون باشه. تو این ویدیو میخوام در رابطه با علت و درمان زود انزالی بهت بگم. دو تا روش بالینی هم در انتهای ویدیو بهت معرفی میکنم که میتونی تو خونه انجام بدی ببینی اون بیل بیلکت. اصلا سالم هست یا نه. در همراه باشه زود انزالی تعاریف مختلفی داره. اگر شما از جمله افرادی هستی که زیر یک دقیقه به انزال میرسید زود انزالی. تعریف دیگه زود اینه که خروج منی با سرعت زیاد و زمان کم به نحوی که فرد آمادگی به انتظار خروج رو نداره و لذتی هم نمیبره. زود هم تو خانم‌ها و هم تو آقایون وجود داره اما تو آقایون خیلی بیشتره. علت‌های مختلفی هم داره. پژوهشگرا اومدن بررسی کردن دیدن کسایی که زود سطح ناقل عصبی سروتونین تو مغزشون به شدت کاهش پیدا میکنه. پس قرصی رو درست کردن که ناقل عصبی رو زیاد بکنه. قرص سرترالین این قرص میاد این ناقل عصبی افزایش میده و زمان انزال و تا پنج برابر زیاد میکنه پس اگر شما جمله افرادی هستی که میخواید از قرص استفاده بکنی قرص سرترالین گزینه مناسبیه نحوه مصرفش هم به این شکله که سه هفته شما هر روز استفاده میکنی و بعد از اون قبل از هر رابطه 5 سال قبل از هر رابطه یه دونه اما خب موارد دیگه هم وجود داره مثل اسپری های مثل کاندوم‌های های تغقیری. ولی ممکنه که شما تمایلی به استفاده از اینا نداشته باشی هم به خاطر عوارضش و هم به خاطر اینکه هر چیزی اصلش نمیشه پس اگر دوست داری علت و درمان اصلیشو بدونی بیا تا باید بگم علت دیگه زود انزالی ضعف بدنیه ببین اولویت بدن تو اینه که نیازهای اندام و اعضای شما رو برآورده بکنه و همیشه فرضش هم اینه که ممکنه چند روز به شما غذا نرسه پس باید انرژی لازم رو ذخیره بکنه اگر شما توان لازم رو نداشته باشی و بخوای تولید مس بکنی و اقدام تولید مثل بخوای بکنی چکار میکنه کمتر انرژی رو مصرف میکنه و انزال میده کسایی که رژیم های سخت لاغری میگیرن کسایی که کمخونی دارن کسایی که خود ارزایی میکنن اغلب مشکلشون بخاطر همین مورده ولی برطرف کردنش هم موارد مختلفی تو ویدیو اسپرم صرف گفتم که لینکشو این بالا برات میذارم اگر مشکل تو به خاطر این مورد حتما برو این ویدیو رو نگاه بکن قبل از اینکه علت بعدی رو بهت بگم و راه درمانش رو اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب بزن زنگوله کانالش فعال بکن اگر هم اینستاگرام ما رو دنبال میکنی ما رو فعال کن تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر علت دیگه زود انزالی گرم بودن قسمت های تناسلی بریزه ها و گشاد شدن اروغه ببین وقت اروغ شما گشاد میشه معنی راحت خارج میشه کسایی که داخل ران و داخل لباسیشون خیلی گرمه حتی گاهی اوقات بخار خارج میشه یعنی بخار بیرون میاد مثل سونا و جکوزی کسایی که زیاد عرقسوز میشن خیلی عرق میکنن اینا رو دارم میگم راه درمانش چیه باید به قسمت تناسلی خودتو خنک بکنی و تقویت در کنارش عروقی که گشا شدن رو به حالت طبیعی برگردونی بهترین چیز واسه اینا پودر هسته خرماست که بعد با گلاب خمیر بکنی رو قسمت تناسلی زماد بکنی در کنارش یقه ای قطعه یخ و هر شب به مدت 10 دقیقه رو بیزه ها میمالی ماساژ میدی این دوتا خیلی کمک میکنه حتی واسه کسایی که زود انزالی ندارن اگر میخوای باز این رو تقویتش بکنی میتونی از این ترکیبی که بهت میگم استفاده بکنی فوفل مازو بلوت اینا رو بنویس فوفل مازو بلوت بعد هسته تمر هندی یک ذره میتونی به سورنجان بزنی سورنجان قولنجان بادام نارگیل اینا رو همه رو پوج میکنی هر شب با یه قاشق مربا خوری اصل میل میکنی اینم خیلی موثره یعنی باعث میشه که زود انزالی شما به سرعت و خیلی خوب برطرف بشه اگه علتش به خاطر این مورد باشه رطوبت زیاد بدن یکی دیگه از فاکتورهاییه که روز انزالی تاثیر داره مصرف مایا سوخت و سازه داخل سلولا متابولیسم اونا باعث میشه که همیشه بدن ما رطوبت داشته باشه اما واسه تنظیمش چیکار بکنیم یه ذره کندو رو میخک و پوت بکنید داخل نمکتون بریزین همیشه بعد از اینکه غذاتون رو خوردین یه ذره از اون رو مزه بکنید این خیلی موثره واسه تنظیم رطوبت بدن عامل دیگه که زود انزالی تاثیر داره بیماری های مختلفی که ممکنه شما داشته باشید بیماری قلبی عروقی بیماری دیابت یا قند بیماری مثلا کبد چرب و قرصایی که داری استفاده میکنی اگر بخوای درمان اساسی بکنی زودنزالی تو باید این بیماری ها رو درمان بکنی پژوهش‌های های مختلف نشون دادن که استفاده از مواد کلسیوم دارم خیلی روی زودنزالی تاثیر داره استفاده از زیتون و روغن زیتون استفاده از پوست تخم مرغ حالا اگر میخوای تقویتش هم بکنی پودر پوس تخم مرغ رو سه روز داخل سرکه خونگی بخوابون بعدش بشه یه شکر اضافه کن و هر شب قبل خواب یه قاشق مرب بخوری میتونی استفاده بکنی اینم خیلی روی زود انزالی تاثیر داره آخر ویدیو بهت قول داده بودم که دو تا روش بالینی بهت بگم که بتونی از سلامت بیلویلک خودت مطمئن بشی اولش اینه که قبل اینکه بری حموم سایزش رو نگاه بکن بعد که رفتی زیر دوش بودی بعد سایزش کوچیک‌تر شده باشه دومیش هم اینه یه لیوان شیر ولن یه قاشق غذاخوری اصل و یه قاشق غذاخوری آب پیاز رو هم قاطی میکنی شب قبل خواب استفاده میکنی صبح که پا میشی باید حالت نعوز و حالت سف شدن داشته باشه این دو تا روش رو خیلی راحت میتونی داخل خونه انجام بدی و از سلامت ویل خودت مطمئن بشی اگه مطالب این ویدیو واسهت مفید بود حتما ما رو لایک بکن این ویدیو رو هم با دوستات به اشتراک بذار دو تا ویدیو هم اینجا پیشنهاد میشه میتونی تماشا بکن.